gələndə toz olmasın, yar gələndə toz olmasın. Az vaxtı ki muvaut kərdəm, به این موضوع رسیدم که خب من واقعا آشپزی بلد نیستم، یعنی بلدم آشپزی بلد نیستم، مثلا چیزای خیلی ساده میتونم درست کنم، ولی حواس غذای ایرانی که میکنیم غذای ایرانی نداریم. به خاطر همین اینجوری بودم که خب دیگه بسته دیگه، وقتشه که منم یاد بگیرم غذای ایرانی واقعا درست کنم. برنامه من اینه که امروز برای اولین بار قیمه درست کنم، واقعا برای اولین بار سالو درست نکردم. کوچکترین آیدیایی ندارم که باید چیکار کنم. برم یه چند تا ویدیو یوتیوب ببینم، همزمان که میرم وسایل قیمه بخرم، یه سری کارهای دیگه هم باید انجام بدم. کلا امروز یه سری کار دارم و اینکه قیمه هم میخوام درست کنم. That's the point. همین، تموم شد. بریم دیگه. طرز تهیه قیمه. جواد جوادی. سلام دوباره سلام. الو. بله. چقدر بی‌تربیتی. That's me. عشق و علاقه به من نشون بده، میخوام قیمه درست کنم برات. ببین تو حساب کن که من میخوام قیمه رو یه دور بدم ما بخوریم، یه دور ببرم خونه ما بخوریم. خب چقدر باید گوش بخرم؟ تو لازم نیست خیلی خودت زیاد کنی، بس کامله. و برم قرص بگیرم. بسه دیگه، برم قرصم رو بگیرم. مرسی، خیلی ممنونم. حتما از این یکی در میشه برم. مرسی، چه نزدیک بود. گرمه. من یه دقیقه برم سوپر خوراک، فقط میخوام برم گوشت بخرم. با یه مرد ایرانی الان اینو که دیدی رد شد، یک جوری زل زده بود بهم، یعنی خدای من بکش. دارم ویدیو میگیرم دیگه، شوخ دارم. من یه جدیدنه یه آهنگ از خلص کشف کردم، اسمش آدم هاست، خیلی کیوته. آدم ها منو نگاه میکردن، ادهیم صدا میکردن، دوستم نداشتن و دوستم نبودن، فقط و فقط ادهی ها میکردن. نزدیکام رو دور انداختم، روی سیاهی ها نور انداختم. چه حیف نمیشه. تو پلازای ایرانی ها، تو سوپر خوراک، من با دوربین دارم تو، دیگه نمیدونم چی میشه واقعا. احتمالا سعی میکنم خیلی ملوس و ریز و لوکی فیلم بگیرم. خجالت، خجالت دارم میکشم، خیلی دارم خجالت میکشم، اصلا نمیتونم، وای خیلی سخته. نوتیس کردم که من از صبح هیچی نخورم به غیر از اون قهوه. رفتم گوشت بخرم، هر چیزی که فکرشو بکنی خریدم الا گوشت از اینا. ببین اینا عشق زندگانی من بود دبستان و اینا. الان یکیشو میخوام که خیلی گوشت نم، باورم نمیشه. بفهم.
دروغ گفتم مامانم سرخیز کرد. گوجه داشتی؟ من چرا گوجه خریدم؟ بادم جون دیگه چیز دیگه ای به ذهنم نمیرسه. نون پیتاه برکم پیپ میکنم باش روب آبرنج خیلی دارم کرکر کار میکنم اینجوری نمیشه. برنامه من این بودش که کته بذارم چون خیلی آسونه، ولی بعد گفتم دیگه حیفه دیگه یه برنج درست حسابی بذارم و اینکه تعدیق بذارم. همچنان که دارم اینو میگم باز دارم فکر میکنم که آیا این کار رو بکنم یا نه. بستگی دارم، بذار یه ویدیو یوتیوب دیگه نگاه کنم. اجازه بده. اوکی فکر کنم درست کنم دیگه. چه کاریه دیگه، من که 6 ساعتی میخوام غذا درست کنم اینم روش. دیگه نهایتاً 5 تا پیمونه. نهایتاً من 5.5 درست کنم. کی به کی؟ باشه؟ باش. 1 2 3 4 5 همین. حالا اینو باید بشورم و اینکه یادم رفت گفتم چیکار کنم. من بذارم این لپه رو بجوشه. گفتش که یه نصف پیاز بندازین توش مزهش خوب میشه. هرچی اینو بگم من گوش میکنم. آه این صدای که میده یعنی خوبه. حالا بهشون رو برای کم لپشوره بزنم. یکم هم دارچین. میخوام بذارم برنج هم درست شه. فقط مسئله که مغز من درگیر کرده اینه که جا نیست. مثلا اینجوری هم که وقتایی که مهمونی گنده میدن مامانا مثلا 6 مدل غذا درست میکنه، کجا درست میکنه؟ خیلی درگیر شدم. یکی این گوشتمه که داره آماده میشه، پپایا داره جوش میاد. یه بار جوش اومد خالیش کردم خوردم دیدم که خیلی سفته، بعد دوباره گذاشتم بجوشه. اینم الان برای برنج میخوام توش نمک بریزم و روغن. گفت نمک رو بزن. یکم هم بزنم مزه نمک میده یا نه. خوبه. این هم روغن میذاریم که بجوشه. حسنم سر رفته. بعد منتظر این ستا بمونم، اون باید بجوشه، بعد این آماده است. یعنی اینکه آماده است، یعنی منتظر اونه که اون بجوشه که سس قیمه رو اینا درست کنم. فعلا همه چی داره اوکی پیش میره، یعنی مطمئنم که همه چی خوب داره پیش نمیره ولی اوکی داره پیش میره فعلا. یکم دوباره امتحان کنم. نه بابا خیلی سفته. چرا نه نمیشه لپاش؟ از یه باری که لپا رو امتحان کنم مگه میشه؟ بابا 40 ساعت داره میجوشی، یعنی چی؟ چشکیم آقای جواد توی ویدیوه لپه جوشی گفت رو دیگه. اینم لپه. میخوام به گوشتم یه ذره زعفرون و یه ذره گلاب بزنم. قیمه وقتی میخوای بخوریش باید بوی نزدیک میده در قشنگ. اما در حال حاضر نمیده چون گلاب نریخت، ولی یکم میریزیم. از اونجایی که هم مامانم و هم آقای جواد جوادی گفتن که شورشو در نیارین، ازشون یکم بیشتر نمیتونم تاثیر بگیرم. نهایتاً 5 تا پیمونه. خب الان فکر کنم وقتشه که رو اضافه کنم. ای وای چقدر شل شد. وای چقدر بد. وای 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 این الان فعلا قیمه است بدون لپه. ببین it looks good ولی اصلا بو قیمه نمیده. میخوام تعدیق بذارم. اوه چه کارا. وای
آقای برنجه افتضاح شد. اوه مای گاد. وای نه این خیلی بده. اوه مای گاد ایتس ریلی بد. ایتس تو بد. انقدر بده که آی دونت کیر انیمور. قیمه رو تا کم دماغم قیمه قیمه فکر کنم درست شده. من نمیتونم. برنجه همچنان داره دم میشه. اصلا هیچ امیدی به برنجه ندارم. هیچی بختم این ولش کردم. حالا این قیمه ها هست. میخوام الان گوجه بادمجون سیب زمینی. بادمجون خیلی گنده است. بادمجون دیگه ای نداریم. امیدوارم که اشکالی نداشته باشه اگه این بادمجون رو ریز ریز ببرم سرخ کنم. خب اینا رو هم شستم الان. راحت تر فکر کنم اینجوری خوردم. یه سوال خیلی بزرگی مغز من رو درگیر کرده. آدم ها که تهدید میذارن از کجا میفهمن که کی تهدیدت اونجوری شده؟ ببینم سوخته باشه خیلی ناراحت میشم. نه خوشگله. این ناحیه هاش سوخته ولی به غیر اون looks good. میخوام بخورم. نه آقا خوشمزه است. خوشمزه است. اینا رو میخوام بذارم تو این. سلام. قسمت دوم. حالا الان میخوام اینا رو بذارم این تو. این هم سیب زمینی. بادمجون و همه اینا هم یه ذره مخلوط شه یه ذره حال بیاد با خود قیمه. همه چی رو سوزوندم یعنی باورم نمیشه ولی خب چیکار کنم دیگه اشکال نداره. ما میگیم کریسپی شده ولی لوکس گود. چیکار کردم؟ تموم شد. خیلی هم بنظرم خوشگله. بقیدین سیب زمینیاش که سوختم. خیلی تشکر میکنم از آقای جواد جوادی بابت دستور پخت. بنا چون که راجبش صحبت نمیخوام بکنم. تنها چیز خوبی راجبش تهدیگه کنم. تهدیگ همیشه خوبه. چای بعد آشپزیه. آشپزی میکنی بعد چای میخوری که به خود جایزه بدی. تشریفی رو لطفا رو نمایی کنی. فرزم سوخت. نه خیلی هم خوبه. موقع شهر دادنت. آها این موقع شهر دادنم نیست. باید یک و نیم پیمانه آب بریزی. نظر چیه؟ عالیه. انتقاد کن. انتقاد کن. اشکال نداره. نه انتقاد تو خوب بخواه. اولین بار تو دیگه. بلد یه چیز. ای کاش. آها اینو بگو. بادمجون هم میگرفتی؟ بادمجون داره کنارش. من ندیدم چرا. بیا از بادمجون های من بردار. من خب بردار منم هم میرم برمیدارم. خب تو شیلی مهمانی داشت؟ نه بای چون خودم دوست ندارم اصلا. مهمانی باید تمش تو قیمه باشه. انشالله دفعه بعد از من بپرس. دفعه بعد قرمه سبز درست کن. باش خواهش میکنم. بهت بگم که عالی بود. آره به خود برای دفعه اول یعنی عالی بود. خدا رو شکر. من خودم یادمه دفعات اولم چجوری غذا درست میکردم. اول ما به یوتیوب هم نبود. همون دقیقا اینو خواستم بگم. ما یوتیوب داریم. مثلا دیگه راه دور صد چجوری باید حدس میزنیم بیشتر چیزا رو.